خب سلام به همگی، بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوار هستم که صحتمند باشی. از رخصتی استفاده خوب کرده بتانی شاگرد عزیز. ما میرسیم به خیر درس فیزیک برق بس میکنیم. درس اول فیزیک برق هست دوست عزیز، بسیار به شکل کانکوری براتون میگم، با نوت شده تلگرام اپلود میکنم. با کسایی که ویدیو را باز از دفتر کورس میکنم، من پی دی اف نوتوش علاوه میکنم. فقط برای کنکور نیمی مسائل شما کوش کنی یاد بگیریم. فشرده گفتیم از پرگویی زیاد صرف نظر شده، چون ما وقتی که نزدیک کنکور میرسیم این درس ها خیلی موثر و مفید است. به خاطر که مثلا اگه شما شب 1.5 ساعت ویدیو گوش کنی، انشالله که ضرورت نیست کتابچه‌تون رو مرور کنی، فقط همین ویدیو رو گوش کنی. امسال خود قرنطین استفاده از همین مکنم ویدیو رو ترتیب کردم، سال بعدی ویدیو دیگه شون براتون تنظیم میکنم. فعلا زمین داشته هایی که داریم از زمین کوشش کنی استفاده از زمین کنی تا به خیر درس ها خلاص میشه، قرنطین خلاص میشه. اکتیدات سوال میکنن، پرسان میکنن که کنکور مسئله شده میشه. شاگرد عزیز، زمانی که قرنطین خلاص شد یک ماه بعد از کنکور شروع میشه، پس کنکور گره خورده به مسئله قرنطین و مسئله ویروسی که شما در موردش اطلاعات بیشتر داریم. این سوال اکثر شاگردان پرسان میکنن، بعد اکثر پرسان میکنن که درس ها را استاد باز وقتی که درس ها شوشه پس دوباره داده میشه. بله بله دوباره داده میشه، اما قرنطین به این معنا نیست که ما از پروسه آموزش دور باشیم. قرنطین به این معنا است که ما در خانه های خود یک چیز یاد بگیریم، از داشته هایی که مثلا داریم، اینترنت داریم، استفاده مناسب کنیم. مثلا 24 ساعت در فیسبوک مصرف بودن، در واتساپ مصرف بودن، مسیج های تاو بالا کردن، گپای ناق ناق زدن، از این که خوب و مناسب هم است که امی اینترنتی را که ما فعال کردیم ایره به دانلود درس ها استفاده کنیم، ایواز گوش کردن موسیقی و تلویزیون دیدن و سریال دیدن و امثال از، یا فقط یک گوشکی داشته باشیم، یک اتاق مخصوص داشته باشیم، یا در پیش فامیل هم اگه میشینیم گوشکی داشته باشیم درس ها را گوش کنیم. خیلی موثر است بر ما، بدرد میخوره بدرد میخوره. به او خاطر استفاده مناسب از قرنطینه من به شما پیشنهاد میکنم. خب مسئله وایس یا صدای ماسک که پخش است، من چون مایک ندارم و یکی میکروفون ندارم، در دفتر کورس داشتیم، موجه صدا اگر بلند بتوده قبلی دیده باشه اینجا کوش کنی که اما موبایل بلند بانی، انشالله که مشنوی. در موبایل فوق العاده است، در کامپیوتر هم کوش کنی که یک گوشکی استفاده کنی، یا اگه میتونستی کامپیوتر تان رو حتی سلاین اجتماعی به تلویزیون وصل کنی، تلویزیون بلند کنی، فقط از دور ببینی که چگونه در زده شده. خب بخیر، درس اول فیزیک برق شروع میکنیم. از پرگوی زیاد صرف نظر میکنیم. مسائلی که ما در اینجا میخوانیم دو در فیزیک برق، ما شما در کل از برق حرکت الکترون ها بس میکنیم. وقتی کلمه برق میشنویم، جایی که حرکت الکترون ها باشه در حقیقت اونجا برق وجود داره، جریان برق وجود داره، در مورد از بس میکنیم. اما بعضی اوقات برق در یک مسیر در حرکت نمیباشه، کورا به نام الکتروستاتیک میگن. بعض اوقات در یک سرکت یا در یک مسیر در حرکت می باشه که الکترو دینامیک میگن. مثلا شما اگر در خانه تلویزیون روشن میکنی، یخچال روشن میکنی، گروپ روشن میکنی، ذهنیت داشته باشی که این برق ما شامل الکترو دینامیک میشه. اما زمانی که مثلا شما میای تا نشانه میکنی یا یک مثلا تکره مثلا شور میتی، یک جرقه تولید میکنه، اید یاد داشته باشی که برق ساکن است، یا رد برق الماسک یا کلش برقای چی است ساکن است. شاگرد عزیز، در زندگی روزمره برای که برق جاری اهمیت بسیار خوب داره، شما زندگی روزمره تان گیری خورده با استفاده از کامپیوتر، با استفاده از اون میشه تلویزیون دیدن، گروه روشن کردن، فابریکه ها با اساس از اون پیش میره. اما اندازه اهمیت برق بخش برق ساکن یا الکتروستاتیک داره که باز ما در مورد اهمیت ازی با شما یک چند مسئله را تشریح میکنم. حال از اینکه پرگویی نکنیم، فقط خلاصه میگیم الکتروستاتیک بر کنکور یاد بگیرید، چارچ ساکن و خواص آنها بس میکنن، یا از برق ساکن و خواصی که برق ساکن داره بس میکنه. انشالله باز در مورد خواصش ما شما بعدا بس میکنیم. الکترودینامیک از چارچ های در حال جریان بس میکنن، در حال جریان، چارچ هایی که در حال جریان هستن در یک مسیر که را به نام سرکت میگن، که باز ما شما بعدا در موردش بس میکنیم. این دو بخش برق شد. دیگه انواع چارچ ها را بفهمید، شما انشالله در کیمیا میفهمید که من یک تبصیل خیلی فشرده میکنم. اتم شما میشناسید که اتم کوچکترین ذره یک عنصر است که تمام خواص و عنصر را داشته باشم. اتم ها در کل بدون چارچ هستند، دلیلش ای است که تعداد الکترون ها با تعداد پروتون ها با هم مساوی هستند.
مجموع پروتون الکترون چون مساوی است و کش مثبت دیگهش منفی، در کل بدون چارج میشن. اتم هایی که الکترون ببازن سوی الکترون پایین میاد، پروتون ثابت میمونه، چارج مثبت میگیرن. اتم هایی که الکترون میگیرن سوی پروتون ثابت است، سوی الکترون بالا میره، مجموعش منفی میشه، بیرون چارج منفی را میگیرن. چارج مثبت به نام کاتیون یاد میکردیم، چارج منفی را به نام انیون یاد میکردیم. کاتیون دارای کمبود الکترون است، انیون دارای ذخیره الکترون است. این ان شاء الله میفهمید. چارج ها دو نوع از شاگرد عزیز، یکی چارج های مثبت است، یکی چارج های منفی است، که به نام کاتیون سی را به نام انیون یاد میکنن. اگر در کنکور سوال میشه که برای بار نخست بالای چارج ها علامه های مثبت و منفی را کی گذاشت، اینجا گفتیم نامگذاری چارج ها صحیح شد، این قسمت دفعه میکنن، گپ دیگه است. بنجامین فرانکلن سوال کنکور است، برای بار نخست بالای نمی چارچا علامه مثبت و منفی که میگیره، منفی او که میبازه مثبت، اینمی علامه های مثبت و منفی توسط کی گذاشته شد؟ توسط بنجامین فرانکلن گذاشته شد. شما شاگردای خیلی هوشیار لایق هستی، بسیار فشرده من تبصره میکنم که چارچای امنه اگه باشن، چارچای امنه باشن، مثلا این مثبت است، این هم مثبت است، یکی دیگه خود دفعه میکنن، این منفی است یا منفیته که دیگه خود دفع میکنن، چارج های امن و یکی دیگر خود دفع میکنن، بقیه که دفع میکنن باز انشاءالله در مورد در قانون کل هم بس میکنیم که مقدار قوه به چی ارتباط داره. چارج های مختلف نوع فرض میکنیم جذب میکنن، این مثبت است، این منفی است و این منفی، این مثبت، چارج های مختلف نوع یکی دیگه خود جذب میکنن. انشاءالله که در قسمت هم معلومات کافی شما داریم. بحث دیگه که مهم است قانون تحفظ چارج است که در فرم تعریفش میاد، میگه چارج مثل که مثلا قانون تحفظ کتله چی بود، در کیمیا خوانده بوده که مجموع کتله های مواد تعامل کنند و محصول تعامل با هم مساوی هستند. چرا اوجا مساوی بود؟ به خاطر تعامل بین الکترون هاست، باخت الکترون، گرفتن الکترون بالای کتله عناصر تاثیر نداره چون الکترون ذره خیلی کوچک است. این به نام قانون تحفظ کتله در کیمیا خوانده بوده. قانون تحفظ انرژی بود که انرژی نه تولید میشه نه از بین میره، بلکه از یک شکل به دیگه شکل تبدیل میشه. مجموع انرژی در یک سیستم بسته ثابت بود. اینال قانون تحفظ چارج هم است که چارج برقی تولید نمیشه و از بین نمیره، بلکه به اندازه مساوی از یک جسم به دیگر جسم انتقال میکنه. مثلا شما اگر ببینید یک جسم دو الکترون ببازه، دیگر جسم دو الکترون بگیره، خب یکی که باخت مثبت دو میشه، اون که گرفت منفی دو میشه، مجموعش بگوی صفر میشه. نمیره میگن که چارج برقی در فرم به شما تو میگه چارج برقی نه تولید میشه نه از بین میره، بلکه از اندازه به اندازه مساوی از یک جسم به دیگر جسم انتقال میکنه. این قانون به نام چی یاد میشه؟ شما در پاسخش میگی قانون تحفظ چارج، و این قانون هم بار نخست توسط بنجامین فرانکلن تشریح شد. بسیار خلاصه بر کنکور هم یاد بگیری. انواع اجسام لحاظ قابلیت انتقال چارج ها در کیمیای سنف 11 براتون گفتیم، خیلی فشرده میگم، انواع اجسام لحاظ قابلیت انتقال چارج ها دو نوع است، یکی عایق است یکی حادی. شاگرد عزیز، عادی به این معنی است که سبب انتقال جریان برق میشه. اجسامی که حادی هستند برق از خود عبور داده میتوانند. اجسامی که عایق هستند بسیار عامیانه بگیرید چارچای برقی را انتقال داده نمیتوانند، به خاطر عادی هستند که دارای الکترون های آزاد متحرک هستند برق عبور میتوانند داده، یا که از الکترون های آزاد متحرک ندارند برق عبور داده نمیتوانند. مثالش مثلا اگزمپل از این رابر، پلاستیک و غیره. و این خوب است، این به نفع بشریت است که تمام اجسام هادی نیست. اگر همه چیز هادی می بود کلگیر برق می گرفت، و اگر همه چیز عایق می بود باز برق اصلا انتقال نمی کرد. امی به نفع ماست که سیم برق عبور می تن، اما پوش سیم نمی تن. و مخاطر ما سیمی که جریان برق داره با پوشش بگیریم مشکل ساز نیستن، اما زمانی که پوشش نباشه ما را برق می گیره. درست است، مثلا آب گرمی که است همو آلومینیوم یا مسی که استفاده میشه او عادی برق است، اما پوشش که پلاستیک است عایق برق است. اگر همی پوش هم فرض میکنیم عادی برق می بود ما را برق میگرفت. درست است، ان شاء الله بنان به نفع بشریت است، یک حکمت خداوندی است که هم تمام اجسام باید عادی نباشن و تمام اجسام همزمان باید عایق نباشن. اجسام عایق چارچا انتقال داده نمیتونن، ساده تر بگیم برق عبور داده نمیتونن، رابر، پلاستیک و غیره. اجسام هادی که هستند برق عبور داده می توانند. ماده کیمیا خواندیم که دو نوع داریم، هادی نوع اول، شما شاگردای خیلی لایق هستی، فلزات است. هادی نوع اول فلزات و کنکور یاد بگیری. هادی نوع دوم الکترولیت است. الکترولیت هم شما می فهمید که محلول های آبی هستند که در حالت محلول که به شکل مایع باشن یا به شکل مذابه یا نمناک یا به شکل ذوب شده باشن می توانند برق عبور بدن، که ما شما گفته بودیم الکترولیت ها شامل محلول های تیزاب ها، القلی ها و نمک هاست و دو بخش تقسیم میشه، الکترولیت های قوی و الکترولیت های ضعیف. الکترولیت های قوی در ایدنتیفیکاکشن یک بود، الکترولیت های ضعیف بین 0 و 1 بود. درست است، این بحث خوانده بودیم ما شما در مبحث کیمیا. نوع دومش الکترولیت هاست، نوع اول حادیست فلزات است و قبلا هم در موردش در کیمیا بحث کردیم.
دیگه در موردش بحث نمیکنیم. یک چیزی که نو تفسیر میشه در بین اجسام هادی و اجسام عایق، یک اجسام دیگه وجود داره به نام نیمه هادی. اجسام نیمه هادی شاگرد عزیز، اجسام نیمه هادی اجسامی هستند که نه مکمل مثل اجسام مادی برق عبور داده میتوانند، نه مکمل عایق هستند مثل اجسام عایق که برق عبور داده نمیتوانند، در سرحدی هستند. خیلی چیزو تفکیک میکنیم. اگر یک اجسام خالص باشند، خالص باشند یعنی متجانس باشند، در جمله چی عایق شمرده میشن. در کنکور اگه سوال میشه که اجسام نیمه هادی که عایق باشند در کدام کتگوری استفاده قرار میگیرند، شما در پاسخ میگی که عایق هستند. اگر ناخالص باشن، غیر متجانس باشن، مثلا یا ترکیب یا مخلوط باشن با مثلا با اجسامی که هادی برق است مثل پوتاشیم و سدیم و کلسیم و غیره، مثل آب خالص و قبر قبور داده نمیتونه، اما آبی که شما مثلا در زندگی روزمره استفاده میکنی عادی برق است، دلیل است که مخلوط است، این مخلوط است و با منرال ها مثلا سدیم پوتاشیم و غیره میو سبب میشه که برق عبور بده. پس اگر ناخالص بود در کنکور حلقه کنی که هادی هن. اگر خالص بود تلقی کنید که عایق هستند. مثال اگر یک نفر میگه که اجسام نیمه عادی را یک مثال بده، هوای مرطوب، هوای مرطوب بعضی اوقات عادی برق میشه و جلد بدن انسان هم که است اگر ما ببینیم مواد عضوی است، اما چور برق عبور میده به خاطر که در ترکیب خود در جلد بدن انسان در مایعات بدن پوتاشیم سدیم آهن و غیره وجود داره و یا سبب میشه که یا عادی خالص نباشن بلکه نیمه عادی باشن. این یک نیمه هادی را فهمیدیم، جنبندی میکنیم. نیمه هادی اگه خالص باشه عایق هستند، اگه ناخالص باشه هادی هستند. مثال شوای مرتوب جلد بدن انسان و غیره میشه. بحث دیگه که چه مهم است، یکم یادداشتکار که با کنکور گفتیم، اگر بهترین هادی حرارت میگن شما میگه المونیوم است. اگر میگن بهترین هادی برق چی است؟ نقره است. المونیوم فوق العاده هادی حرارت است، به خاطر موتورهایی که المونیومی باشه زود میسوزه به خاطر که گرمیه و در میگیره. بهترین موتورها هم او هستند که مسی باشه، چون مس به اندازه المونیوم هادی حرارت نیست و بهترین هادی برق نقره است. درست است؟ به کنکور شما یاد می داشته باشه. خب شاگرده عزیز متوجه باشه به ادامه درس. طریقه های تولید برق ساکن، یه سه طریقه وجود داره شاگرده عزیز. یکی توسط مالش است، دیگه طریقه تماس است، دیگه القاس. اگر در کنکور سوال میاد که برق ساکن و چند طریق تولید میشه، جواب شما سه طریق است. حالا گوش کنیم. مالش به این معنا که اگر دو جسم با یک شبادگیش مالش بدیم، بین ازیا الکترون ها تبادله میشه، بین ازیا الکترون ها تبادله میشه، اما قانون تحفظ چار ثبت میکنه، قانون تحفظ چار دقیقه ثبت میکنه. به اندازه الکترون ها بین ازیا یکش مثبت میشه یکش منفی. از یک جسم که الکترون انتقال میکنه، او که میبازه مثبت، او که میگیره منفی میشه. برای دیگه با کنکور سوال از این چطور حل میشه، این دو پوینت خیلی ارزشمند در یادتون باشه با کنکور حفظ کنی. اگر شما یک میلی پلاستیک بگیری با یک پارچه ابریشمی، میلی پلاستیک با پارچه ابریشمی، میلی پلاستیکی را با پارچه ابریشمی شما مالش بده، مالش بده، در کنکور سوال میاد که میلی پارچه ابریشمی چیگونه چارج میگیره، مثبت، و میلی پلاستیکی چارج منفی. خب گفتیم اگر میله پلاستیکی را با پارچه ابریشمی شما مالش بده، سوال کنکور است که میله پلاستیکی منفی میشه، پارچه ابریشمی مثبت. و اما اگر پارچه ابریشمی را با میله شیشه‌ای شما مالش بده، در اینجا میله پارچه ابریشمی منفی میشه و میله شیشه‌ای مثبت میشه. یعنی میره با کنکور شما یاد داشته باشه. دفعه تا مکتب تونی تو واضح گفتنش، اما در فرما به شما میاد. خیلی سوالای تکنیکی از یادتون باشه. اینا میگن چارجر ساختن یا طریقه های تولید برق ساکن توسط طریقه مالش شد. طریقه دوم شاگرده از طریقه تماس است. طریقه تماس است. در طریقه مالش یک چیز دیگه هم یادتون باشه که در کنکور اگه سوال میاد یادتون باشه. بذار مثلا در فرم سوال میاد که با استفاده از طریقه مالش کدام اجسام چارجدار میشوند؟ جوابش بگی هم هادی و هم غیر هادی. هم هادی هم عایق. هم هادی را میتونیم چارجدار بسازیم، هم میتونیم عایق با چارجدار بسازیم. صحیح شد انشالله. دیگه تماس است. تماس شما ببینید بیشتر اجسام هادی چارجدار میشن. سوال کنکور به طریق تماس کدام اجسام زیادتر چارجدار میشن؟ اجسامی که عادی برق هستن. معمولا عادی نو اول است، نو دومی جزه که نمیشه، معمولا فلزات است. جسم چارج داره، جسمی که چارج داره است، چی چارج مثبت داره، چی چارج منفی داره، به جسم بدون چارج تماس میدیم. در نتیجه اگر جسم چارجدار چارج مثبت داشت، با جسمی که تماس داریم خنثی داریم، چارج مثبت هم میگیره، اگر منفی داشت چارج منفی را میگیره، چارج منفی را میگیره. این طریقه را به نام طریقه تماس یاد میکنن.
دو تا کپ اضافی هم دیجا گفتیم براتون در کتاب نیست، یاد داشته باشی. اگر شما امو جسمی را که چاردار میسازی او جسم خونسا باشه، جسم خونسا باشه، یعنی جسم خونسا را با جسم چاردار خود شما با تماس میده، یعنی یک جسم چاردار میگیری و به جسم بدون چارج، همین جسم بدون چارج خونسا است. یعنی خونسا به معنی که مجموع پروتون الکترونش مساوی است. خود جسم خونسا میتونه که یک هادی باشه، اگر هادی بود چارج گرفته شده در سطح خارجی پخش میشه، درست است انشالله. و اگر جسم خونسای شما مثلا عایق باشه، مثل پلاستیک باشه، رابر باشه و غیره باشه، بازم چارج گرفته شده در سطح خودش باقی میمونه، که ما فقط به شکل کنکوری رو با شما جدا کردیم و با کنکوری رو یاد بگیری. اگر جسم خونسا جسم خونسا عادی بود مثل فلزات، در صورت چارج که گرفته شده در سطح خارجی پخش میشه. اگر جسم خونسای شما عایق باشه مثل رابر، پلاستیک و غیره، اما چارج گرفته شده توسط جسم در سطح خودش باقی میمانه. این بود طریقه دوم، طریقه تماس است. بیشتر اینو با کنکوریات بگی، بعد اجسام هادی چاردار میشن، یک جسم چاردار با یک جسم بدون چارج تماس میدیم. اگر جسم خونسای ما شما یک هادی بود، چارج گرفته شد در سطح خارجی پخش میشه. اگر جسم خونسای ما شما یک عایق بود، چارج گرفته شد در سطح خودش باقی میمانه. طریقه دیگه که خیلی ارزش داره طریقه القا شاگرد عزیز، طریقه القا خیلی ساده است، یاد بگیری. طریقه القا ببینید، فقط اجسام هادی چاردار میشن، با کنکور یاد بگیری، فقط اجسام هادی چاردار میشن. میکانیزمش یاد بگیری. یک میله چاردار، این میله چارج داره، شما بچه‌ها میبینید که میله چارج منفی داره. مرحله اول تشریح میکنیم. یک جسم خونسا، یک کره خونسا است. در کره خونسا چی که پس مجموع پروتون ها و الکترون ها مساوی است، مثبت منفی، مثبت منفی، مثبت منفی. چارج کلی ازی، چارج کلی ازی صفر است. خونسا است، جسم خونسا است. در جسم خونسا با توزیع الکترون و پروتون به شکل متناظر است. ببینی متناظر است. اینال وقتی که میله را شما به نزدیک میکنیم، میله چارج چی داره؟ منفی داره. میله دارای چارج منفی است. ایره که به کره خونسا نزدیک میکنیم، مرحله اول کره و میله را با هم نزدیک میکنیم. خب منفی، این چارج منفی را نزدیک کنیم، منفی خوش داره چی را به طرف خود کش کنه؟ مثبت را. خیر، اینجا توزیع متناظر الکترون و پروتون بود، اما اینجا توزیع غیر متناظر است. به این معنی است که اینجا پروتون الکترون در تمام جهت ها موجود است، اما وقتی که میله منفی را برش نزدیک میکنیم، پروتون هایش به یک جهت میره، الکترون هایش به دیگه جهت میبره، به خاطر که چارج های منفی یک دیگه خود جذب میکنن، یک دیگه خود جذب میکنن. این مرحله دوم شد شاگرد عزیز. اینجا ببینید پروتون چارج مثبت منفی، مثبت منفی به این شکل است، اما اینجا جدا شده، این یکش به یک سمت تمام چارج های مثبت، به دیگه سمت تمام چارج های چی؟ منفی. مرحله سوم چی میکنیم؟ مرحله سوم اینمی کره ای که یک سمتش چارج مثبت است، یک سمتش چارج چی است؟ منفی است. کره توسط سیم، توسط سیم میگیرم مینا، توسط سیم یا عادی به زمین وصل میشه، توسط سیم به زمین وصل میشه. به زمین که وصل میشه، زمین چی را کش میکنه؟ چارج های منفی را کلش کش میکنه، چارج های منفی را کش میکنه. پس چی مانده اینجا؟ چارج مثبت مان، چارج مثبت مان. اینمی چارج مثبت آلی میله را دور کو، او بیخی همین میله چارج منفی را روسو کنش. پس اینی چارج مثبت کره با چارج مثبت در سطح خارجی خود تشکیل شد. اینمی چارج القا کردیم، چارج اینمی چارج به نام چارج القایی یاد میکنن. این طریقه را به نام طریقه چی میگیم؟ القا. این خیمه شما دیدیم که طریقه های برق تولید برق ساکن به سه شکل بود. ما کلش به شما انشالله که تشریح کردم مشکل نبود، درست است انشالله. درس بعدی انشالله در مورد قانون کولم بحث میکنیم. تشکر.